خوشحالیم که این شب دیگری رو در حوزه کتاب و نشر به صورت اختصاصی در تجلیل از کاری که در رشت توسط سه نسل انجام شد آغاز میکنیم. در طی سخنرانی هایی که خواهید شنید قطعا به وجوه گوناگون و متفاوتی از این زندگی فرهنگی آشنا خواهید شد. سخن را کوتاه میکنم. از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر محمد روشن دعوت میکنم برای ادای سخنرانی تشکر. شایسته یادآوری است که در تهران کلاس کتابداری تشکیل شده بود که من به باروی لیسانسیه زبان انگلیسی بارو نقشید که امیدوارم یا در میان جمع بوده باشند و یا عزیزانی یاد گرامی ایشان رو به خاطر می‌آورند. بارو نقشید در اون کلاس مشارکت کرد. استاد مدرس ما پروفسور دین فرنزبورس بود که آیتی از مهر و دانشوری بود. همکار ایرانی ایشان پروفسور دکتر ناصر شریفی بود که می گفتند کتابداری را در دانشگاه امریکایی گذرانیده و به نسبت با ادب فارسی با آثار منظوم و منشور آشنا بود. در رشت در کنار کتابخانه یا به اصطلاح رایج قرائتخانه عمومی شهر مردی خلیق و مهربان به نام حاج غلام رضا طاعتی کتاب فروشی داشت که عموماً اهل دانش کتاب به دنجا رفت آمد داشت. به نمونه اعلای اون مراجعان استاد ابراهیم پوردامود بود که تحصیلات خود را در بیرون و سپس آلمان در زمین آیین باستانی ایران و ارسطاشناسی به پایان برده بود و پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس زبانهای ایران باستان و فرهنگ را می‌پرداخت و سپس نامورانیشان استاد دکتر احسان یارشاطر مدیر و مباشر دارالمعارف یا دانشنامه ایران ایرانیکا
و دکتر بهرام فرمشی که بنای سبت آثار استاد فوزانی چاپخانهی به نام آتشکده به سرمایه خود آراست و به چاپ آثار اوستایی به زبان فلسفه خود و استاد فوزانی اهتمام می‌ورزید. از دیگر استادان نامور استاد مجتبا میدوی و استاد سعید نفیسی بودند که از دفت و وفت و آموزش آدم بهره ها بردند. پس از شادروان حاجی غلام رضا طبتی پسر مدریجته و نجیب بود شادروان فریدون طبتی به شیوه پدر با متانت و نجابت ذاتی بنگاه پدر را در عرصه کتاب به شایستگی و آراستگی ادامه داد که گاه دختر مکیر و معدد و پسران شادران فریدون طاعتی نیاری پدر می فرداد. شادران فریدون طاعتی در پاکی و درستی همتای پدر گرامی خود بود. او در حیات پدر مشروطه گیلان اثر مرا به چاپ رسانی بار نخست به شیوه عکسی از نسخه منتصب به رامینو. در حیات شادروان حاجی غلام رضا طاعتی و بار دوم به هنگام حیات عزیز از دست رفته ما شادروان فریدون طاعتی به شیوه حضورچینی در همون انتشارات طاعتی به چاپ رسید. روان این عزیزان بی‌بدیل شایسته حاجی غلام رضا طاعتی و فریدون طاعتی در این آمرزش و بخشایش ایزدی باد و دودمان فریشته این عزیزان سرفراز و تندرست و آینده. با شرفت بیدید.